لسه ورا فيش ما داشتم فيش الوفاة يعني حضرة محمد صلى الله عليه وآله وقت وسلم. كيف بلي بلي فيش وفاة حضرة محمد وقت كي مريض بود أبو بكر فيش شد نماز داد بله. چرا حضرت محمد پشتر شستار شد نماز خواند شما میگین کو کافر است خب حضرت بله، ابو این بکر دروغه، اصل قضیه دروغه. همچین چیز اتفاق نیفتاده. خب بله، حالا من از بخاری خب براتون نشان میدم. خب ببین، شما یک بار دیگر نگاه بکن در خود بخاری اون چیزی که آمده، اونجا رسول خدا صلی الله علیه و سلم ابو بکر را از نماز عزل کرده. در همون حالت مریضی رسول اعظم صلی الله علیه و آله و سلم در شدت مریضی ابو بکر را کنار زد و خودش نماز خواند، در حالی که استاده هم نمیتونست رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. این پیغمبری که این قدر مریضه که هر لحظه بیهوش میشه و استاده هم نمیتونه، راه رفته هم نمیتونه، از زیر بغلش عباس، فضل ابن عباس و امیرالمؤمنین علیه السلام آوردن ایشان را در مسجد در محراب ایستاندن. ابو بکر را کنار زد و خود رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نماز داد و این مطلب در بخاری آمده و این دلالت بر این میکنه دوست عزیز، پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم این ابو بکر را لایق دو رکعت نماز هم نمیدانه که امامت دو رکعت نماز هم بکنه. شما جماعت عمریه و بکریه مثلا در شعب الایمان بیهقی ببینید، در بقیه کتاب ها که برای امامت نماز اصلا عدالت رو هم شرط نمیدانید، میگید ما پشت هر مسلمانی ولو فاجر باشه نماز میخوانیم. ما در هستیم، ما شیعیان امیرالمومنین علیه السلام که در امامت در نماز در امام جماعت عدالت را شرط میدانیم. عدالت چیه؟ یعنی اهل گناه نباشه، این شخص عقایدش درست باشه و اهل گناه نباشه، گناه کبیره از او صادر نشه، بر گناه صغیرم اصرار نداشته باشه، این شرط ما میدانیم. شما جماعت میگید که نه اشکالی نداره ولو فاجر باشه. خیلی خوب، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم ابو بکر را لایق این که دو رکعت نماز هم بده نمیداند، یعنی او را حتی به حد فجور هم نمیداند، از فاجر هم او را درجهش را پایین تر میداند. از فاجر درجهش پایین تر چیه؟ یعنی کافر، یعنی کافر. حالا حدیث را من از خود بخاری براتون نشان میدم. عزل ابو بکر از نماز در خود بخاری آمده در باب مرض نبی صلی الله علیه و آله و سلم. بله، صفحه 134. بلکه صفحه 143. این دوستان عزیز این حدیث در بخاری براتون نشان میدم. این کتاب، کتاب غلط بخاری دوستان عزیز، غلط البخاری لابی عبدالله محمد بن اسماعیل بخاری و ازبک دار احیاء التراث العربی، چاپ ساله 1422 قمری در دار احیاء تراث العربی لبنان چاپ شده. در اینجا در کتاب الاذان باب حد المریض، خب صفحه 134 روایت 664 در اینجا روایت از کیه؟ از عایشه، گفت وقتی که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم وقت مریضیش رسید، به فحضرت الصلاه فاذن، وقت نماز رسید اذان گفته شد، فقال مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. عایشه میگوید، عایشه رو ما چی میدانیم؟ عایشه یعنی کافر دروغگو. ما که عایشه را این که از رسول خدا صلی الله علیه و سلم نقل کرده که بگفته به ابو بکر بگید که نماز بخوانید، این مقدارش دروغه و در خود حدیث هم دلیل دروغ بودنش آمده و این از طریق اهل بیت علیهم الصلاه و السلام آمده که عایشه خودش گفت، به خاطر اینکه میخواست پدرش بعد از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم حاکم بشه، به پدر خود گفت که برو تو نماز بده و اما رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم امر نکرده بود این رو. خب گفتن که رسول خدا صلی الله علیه و سلم گفتن که ابو بکر مردی هست که خیلی گریه میکنه، اگر اونجا بره به جای شما نمیتونه نماز بده. و رسول خدا صلی الله علیه و سلم تکرار کرد که به ابو بکر بگید که ابو بکر بره نماز بده.
و سه بار این مطلب را تکرار کرد و گفت ان کن صواحب یوسف مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، شما مانند زنهای بدکاره مصر هستید، به ابو بکر امر بکنید که ابو بکر نماز بده. و این خودش قرینه اینه که امر حرف عایشه دروغه، که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به زنهای خود بگه که شما مانند زنهای بدکاره مصر هستید. زنهای بدکاره مصر چیکاره بودن؟ همون زنهایی که میخواستن زنا بکنن با جناب یوسف علیه السلام. میگن رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به ما گفتن که شما مثل زنهای اون بدکاره. و این اجل شأن رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، فبما رحمت من الله لنت له ولو كنت فظا غليظا قلبي لانفضوا من حولك. خداوند متعال پیغمبرش را صلی الله علیه و آله و سلم را گفته که شما نرم خو هستید. خداوند متعال درباره پیغمبرش فرموده و انك لعلى خلق عظیم، خلق شما عظیمه. لذا خود این شاهد بر امینه که گفت که رسول خدا صلی الله علیه و سلم ما را فحش داد که شما زانیه هستین، بدکاره هستین، مانند زنهای زناکار مصر هستین، و ابوبکر را بگید نماز بخونید. خودش بهترین دلیله که این حرف عایشه حرف دروغیه. خب حالا ابوبکر رفته که نماز بده، فخرج ابوبکر فصلى، ابوبکر رفت که نماز داد، نماز را شروع کرد. فوجد النبی صلی الله علیه و آله و سلم من نفسه خفه. خب دوستان عزیزین که بگید بره فلان کس نماز بده، اون بره نماز بخونه، چقدر طول میکشه؟ خب این 5 دقیقه 10 دقیقه دیگه وقت نماز رسیده، اذان هم گفته شده، 10 دقیقه رفته اون نماز را شروع کرده. عایشه میگه که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم حالش بهتر شد. چطور حالش بهتر شده که راه رفتن نمیتونه؟ فخرج یهادا بین رجلین. خب میگه حالش بهتر شده، عجب حالش بهتر شده. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم خارج شد در حالی که او را در بین دو نفر میکشیدن، یعنی دو نفر از زیر بغل پیغمبر از زیر هر بغلش گرفته بودن صلی الله علیه و آله و سلم و ایشان را میکشیدن به طرف مسجد. کانی انظر رجلیه تخطان من الوجع، که عایشه میگوید که گویا من نگاه میکنم به دو پای پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که نمیتونست پاهایش برداره، روی زمین قدم برداره از شدت درد. وجع میگه درد را. خب پاهایش نمیکشید، قدم نمیزد، چیکار میکرد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم؟ بله رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، بله پاهایش روی زمین کشیده میشد، خط میکشید پاهایش، تخطانی پاهای رسول خدا صلی الله علیه و سلم خط میکشید، یعنی اینقدر در شدت درد بود دو نفر از زیر بغلش گرفته و او را میکشه. خب دوستان عزیز، خب پس رسول خدا صلی الله علیه و سلم در شدت درده، در شدت مریضیه. فاراد ابو بکر ان یتأخر، ابو بکر خواست، این ناقل که عایشه است، ابو بکر خواست که عقب برود. فاوما الیه النبی صلی الله علیه و سلم ان مکانک، پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم به ابو بکر اشاره کرد که در همون جا بمان. ثم اتی به حتی جلس الی جنبه، پس رسول خدا صلی الله علیه و سلم را آوردن و رسول خدا صلی الله علیه و سلم نتانست بیسته، در کنار ابو بکر اونجا نشست. قیل للاعمش وكان النبي صلى الله عليه واله وسلم يصلي وابو بكر يصلي بصلاته والناس يصلون بصلاه ابي بكر فقال براسه نعم. خب اعمش که یکی از تابعین و این جا که حاضر نبوده، اعمش گفته که رسول خدا صلى الله عليه واله وسلم نماز میداد، ابو بكر اقتدا کرده بود به نماز رسول خدا صلى الله عليه واله وسلم و مردم به نماز ابو بكر اقتدا کرده بود. دوستان عزیز اینجا ببینید اصل قضیه از این قراره. خود ابو عایشه چی گفت؟ ببینید دوستان عزیز روایت رو بار دیگر ببینید. فخرج ابو بکر فصلا، ابو بکر رفت مردم را نماز داد، نماز داد. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آمده نماز را اعاده کرده، یعنی این نمازی که ابو بکر داده من راضی نیستم، این نماز باطل بوده، یک بار نماز خوانده شده، این نماز را رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم باطل میدانه، لذا در شدت درد و در شدت مرض آمده اونجا خودش دوباره نماز داده. و این عزل ابو بکر و این دلیل بر اینه که نمازی را که ابو بکر داده رسول خدا صلی الله علیه و سلم این نماز را باطل میداند، رسول خدا صلی الله علیه و سلم این نماز را مورد رضای خدا نمیداند. خود اینها میگن که حتی انسان فاجر هم میتونه نماز بده. خب این ابو بکر حتی در حد فجور هم نیست، از فجور هم پایین تره. فجور یعنی چی دوستان عزیز؟ یعنی کسی که شراب میخوره، یعنی کسی که زنا میکنه، این فاجره. یعنی این شخص فاجر، میگن این شخصی که فاجرم باشه میتونه نماز بده. خیلی خوب، ابوبکر از فاجرم پایین تره.
طبق این خود روایت پس کافره از فاجر پایینتر دیگه چی میمونه؟ کافر. خیلی خوب، خود اینها آمدن رسول خدا صلی الله علیه و سلم به این شدت مرض که راه رفتن نمیتونه، پاهایش نمیتونه به زمین بکشه، از وقتی که آوردن از زیر بغلش گرفتن پاهایش روی زمین خط میکشیده، آمدن نشستن نماز داده، نشسته مردم را و نماز را هم اعاده کرده طبق خود دلیل اینها، نماز هم اعاده بوده و اینا میگن بعد بر اعمش گفته که بله رسول خدا صلی الله علیه و سلم نماز میداد، ابوبکر به او اقتدا میکرد، مردم هم به ابوبکر اقتدا میکرد. این دروغه. شما دوستان عزیز، تو اولا که مثلا شما یک کسی جلوی شما ایستاده نماز میده، شما از او تبعیت میکنید، اولا اینه که از رسول خدا صلی الله علیه و سلم تبعیت بکنید یا از مردم یا از ابوبکر؟ خب همه گی میدانند که نماز پشت سر رسول خدا صلی الله علیه و سلم افضله، این که همه گی قبول دارن و مردم صحابه این رو هم میدانستن. ثانیا اگر نماز ابوبکر درست می بود، رسول خدا صلی الله علیه و سلم در اون حال شدت مریضی نمی آمد که ابوبکر را کنار بزنه و خودش نماز بده، مردم رو اونم اعاده بکنه. و ثالثا این که من به چه کسی اقتدا کردم، مثلا دو نفر پیش جلو من ایستاده، من اقتدای به این کردم یا اقتدای به این کردم، این حرفیه که در قلب منه. اعمش تو از قلوب مردم از کجا خبر شدی؟ چون اینجا دلیل بیکفایتی ابوبکر حتی برای امامتی که امامت نمازی که یک تا فاجر هم بر اون لیاقت اون را داره، اعمش این را ساخته که مردم به ابوبکر اقتدا کردن. تو از کجا خبر داری؟ وقتی که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم امامت میکنه، تو از کجا فهمیدی که مردم به بله مردم به ابوبکر ابوبکر اقتدا کردن؟ بله خدمت شما عرض بکنم که خدا به شما خیر بده، پس اقتدا به خود رسول اعظم صلی الله علیه و آله و سلم بوده و ابوبکر فقط اذان میداده و این مطلب در خود بخاری هم آمده، ابوبکر فقط تکبیر میگفته. حالا این مطلب رو از بخاری من برای شما نشان بدم که ابوبکر فقط تکبیر میداد، تکبیر میگفت به مردم. خدمت شما عرض بکنم که بله باب من اسمع الناس تکبیر الامام. ببینید دوستان عزیز، اینه، این بازمون با کتاب غلط بخاری لابی عبدالله محمد بن اسماعیل البخاری، دار احیاء التراث العربی، چاپ سال 1422 قمری. اینجا دوستان عزیز همون کتاب الاذان، کتاب الاذان صفحه 141، باب من اسمع الناس تکبیر الامام. فلما رآه، همون روایته، از کی؟ از عایشه هست. فلما رآه ابو بکر ذهب یتأخر، ابو بکر وقتی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را دید که آمدن، ابو بکر کنار رفت. فاشار الیه ان صلی، به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم اشاره کرد که تو نماز بخوان. فتأخر ابو بكر كنار رفت، وقعد النبي صلى الله عليه واله وسلم الى جنبه، ورسول خدا صلى الله عليه واله وسلم آمد در کنار ابو بكر استاد، وابو بكر يسمع الناس التكبير، وابو بكر فقط برای مردم تکبیر میگفت، چون حال رسول خدا صلى الله عليه واله وسلم مریض بود و بله ابو بكر اونجا استاده بود، رسول خدا صلى الله عليه واله وسلم کنار زد ویش ابو بكر را، و خود رسول خدا صلی الله علیه و آله سلام نماز داد، دوباره نماز را اعاده کرد. ابوبکر که عزل شده اونجا تکبیر گفته، تکبیر گفته، مثلا الله اکبر رکوع، الله اکبر سجود، این را گفته ابوبکر، نماز نداده. دوستان عزیز، پس ثابت شد که این روایت را که اینا میگن که ابوبکر پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله سلام گفته برو نماز بده و اونجا نماز داده، این دلالت بر جانشینی ابوبکر میکنه. اولا خود محتوا عالم میدونه که مقام جانشینی رسول خدا صلی الله علیه و آله سلام غیر از مقام پیش نمازیه. پیش نمازی در مردم در دنیا پیش نماز خیلی زیاده، پیش نماز در عالم خیلی ماشاءالله پیش نمازه، پیش نمازی غیر از مقام خلافت کبرا هست. چه کسی وارث علم پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، چه کسی وارث عصمت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، چه کسی وارث معجزات پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، این غیر از اون، این اولین خیلی واضح و آشکاره. ثانیا خود اینها
روایت کردن که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بله گفته که پشت هر فاجری حق دارید نماز بخوانید. خب اینجا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم ابوبکر را بنده یک فاجر هم نمیدونه، نماز را خودش اعاده میکنه. اینجا ابوبکر عزل شده و عدم لیاقت او برای امامت دو رکعت نمازه. پیغمبر پشتر او نماز نخواند، پیغمبر او را کنار زد صلی الله علیه و آله و سلم نماز را خودش داد و نمازی که او ابوبکر قبلا خوانده بود و نماز را اعاده کرد. این بهترین دلیل دوستان عزیز بر این که ابوبکر را حتی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم لایق امامت برای دو رکعت نماز نمیدانست. و کسی که لایق امامت برای دو رکعت نماز نباشه او چطور میتونه جانشین حضرت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم برای هدایت تمام خلائق باشه؟ بله. خب دوستان از مطلب خیلی بیشتر از اینه و من الان دیگه همین مقدار کفایت میکنم و این بحث خیلی بحث وسیعی است، چون اینها بله خود اینها تازه روایت کردن در باب همین کتاب الاماره صحیح بخاری باب الاستخلاف. کنجا عمر صریح میگه که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بعد از خود هیچ کسی را جانشین نگزیده. خب اگر این امر ابوبکر تعیین او برای امامت نماز اگر این دلالت بر جانشینی می داشت چرا عمر در اونجا گفت بله ان استخلف فلم یستخلف من هو خیر منی، یعنی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، و این لم استخلف فقد استخلف من هو خیر منی و یعنی ابوبکر. این را چرا عمر گفت؟ در کتاب استخلاف هم بخاری آمده هم مسلم آمده. چرا این مطلب را گفت؟ خب این بله استخلافی در کار نبوده از برای ابوبکر، بلکه استخلاف اونه من بله من کنت مولا فهذا علی مولا، بل انت مني بمنزله هارون من موسى، انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وهم راكعون. سوره الدهر ان استخلافه آیه مبارکه 43 سوره رعد، ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. ان استخلافه ان استخلاف يعني چی؟ زبان فارسی ترجمه استخلاف یعنی جانشین برگزیدن. این جانشینی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را صریحا میرسانه. لذا الحمدلله حقیقت واضح روشن شد. شما جنابم قطع کردی، من تلفن شما را قطع نکردم. اگر حرفی داری در رد حرف من یا علمای شما حرفی در رد حرف من داره زنگ بزنه من گوش میکنم.